از لندن سلام دارم به شما آقای سعید قاسمی نژاد، کارشناس در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در نیویورک. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون. آقای قاسمی نژاد، مقاله از شما منتشر شده در رابطه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این مقاله گوشزد کردید که بخش اعظم سرمایه و فناوری در دوران پسا تحریم نصیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد شد و اضافه کردیم که از این پول برای مقابله با آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان استفاده خواهد شد. از در ابتدا بفرمایید منبع این صحبتی که شما مطرح میکنید چیست؟ ببینید، همین چند روز پیش در مراسم افتتاحیه فاز 15 و 16 پارس جنوبی، اگر اشتباه نکنم، فرمانده قرارداد خاتم الانبیا درخواست کرد از آقای روحانی که 2.2 میلیارد دلار به 9 پروژه‌ای که در اختیار سپاه هست، اینا خودشون بهش میگن ابر پروژه، تزریق بشه. خب این 2.2 میلیارد دلار از کجا قرار است کش بیاد؟ اینا که در بودجه عادی که قاعدتا نیستش، اینها قرار هست از این پولهایی که در واقع آزاد میشه بیادش. این یک نمونه هستش. در واقع سپاه دسترسی داره به منابعی که در صندوق ارزی جمهوری اسلامی هست. این صندوق ارزی هر چقدر که پرتر بشه، دسترسی سپاه هم بیشتر میشه، خصوصا که این منابع، این صندوق ارزی در واقع واقعا حساب کتابی هم به مردم یا به مجلس پس نمیده، حالا اصلا باقی خامنه ای پس میده، اما اصلا صندوق شفافی نیست، کسی نمیدونه چقدر درش پول هست، حتی میزان منابع در صندوق هم بسیاری وقتا محرمانه در واقع اعلام میشه، اخبارش رو نمیدن. معمولا شما در گزارش ها یا در جنگ های لفظی میون بین خود طرفین جناح ها در جمهوری اسلامی هست که میفهمید که چقدر منابع هست. نکته دیگه هستش که اقتصاد ایران به صورت ساختاری سپاه پاسداران درش حضور بسیار گسترده‌ای داره. ما الان برای چندین سال هستش که حضور سپاه در بورس تهران رو بررسی می‌کنیم و سپاه در بورس تهران در این سال‌ها یک چیزی نزدیک به حدوداً 20% بورس تهران رو کنترل می‌کنه. بورس تهران در واقع عمدتاً شرکت‌های بزرگی هستن که خصوصی شدن و در واقع یک نوعی گل سرسبد اقتصاد ایران هست. جز بخش نفت که در واقع دولت خیلی سفت و سخت نگه داشته، شما بخش‌های عمده اقتصاد ایران رو، این شرکت‌های دولتی رو خصوصی کردن. سپاه 20% این رو داره. خب این شرکت‌هایی که میخوان بیان در واقع در ایران سرمایه گذاری بکنن، شرکت‌ها وقتی وارد اقتصاد ایران میشن، غالباً باید با همین شرکت‌ها کار بکنن. مثل شرکت مخابرات. شرکت مخابرات در اختیار سپاه هستش. هر شرکت خارجی که میخواد بیاد وارد مخابرات ایران بشه، 3 شرکت بزرگ هستن. یکی از اینها وابسته به سپاه هست و شرکت مخابرات ایران که وابسته به سپاه هست و اون ارتباطات سیار، اینها بزرگترین در این عرصه هستن. شرکت خارجی باید بیان با اینها کار بکنن. شما در نفت همین رو دارید، در معادن همین رو دارید، در صنایع همین رو دارید. به همین دلیل شما انتقال سرمایه و انتقال تکنولوژی رو به سپاه خواهید داشت که این بعداً برای همین شرکت خارجی هم مشکل ساز خواهد شد. خب آقای قاسمی نژاد، میدونیم که برجام در آستانه اجرایی شدن هستش. آقای کری گفته که قلب راکتور عراق از اونجا از جای خودش خارج شده و میدونیم که یکی از مهمترین بخش‌های این برجام همین مسئله راکتور عراق بوده که در واقع یک بخش مهمی از برنامه هسته ایران رو اینها متوقف خواهند کرد با این کار خودشون. و آیا مشخص هستش که با اجرایی شدن برجام چه مقدار پول نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد؟ گزارش های متفاوتی شنیده بودیم، گفتن بین 100 تا 150 میلیارد دلار آزاد خواهد شد و به ایران برگشت داده خواهد شد. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارین و آیا مشخص هست که چه درصدی از این برای سپاه در نظر گرفته شده؟ ببینید، حداقل 100 میلیارد دلار هست این پول، همونطور که گفتید بین 100 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حداقل 100 میلیارد دلار هست، یعنی چیزی هستش که الان اجماعی هستش که وجود داره. 30 میلیارد دلار این رو بانک مرکزی گفته که در واقع
آزاد خواهد شد ظرف هفته آینده. یه بخشای دیگه وابسته در اختیار در واقع مثلا شرکت نفت و شرکت های تابع اون هستش. اینکه سپاه چه میزان از این رو خواهد گرفت، اون بخشایی که میره تو صندوق ارزی ما واقعا نمیدونیم، برای اینکه اونجا حساب کتاب واقعا شفاف نداره. اما وقتی شما میبینید که مثلا فرمانده قرارگاه خاتم برای پروژه های اقتصادی که داره درخواست 2.2 میلیارد دلار میکنه و اینها معمولا این پول هایی که میخوان رو میگیرن، پروژه هایی که میخوان رو میگیرن، برای اینکه سپاه نفوذی که در سیاست اقتصادی ایران داره نفوذ بسیار زیادی هست و آقای روحانی هم نمیخواد که با اینها درگیر بشه، برای اینکه میدونه اگر که با سپاه بخواد درگیر بشه در واقع سپاه میتونه بساط آقای روحانی رو جمع بکنه. تا الان هم با سپاه درگیری نداشته آقای روحانی و رابطهشون رابطه کاری هست، اختلاف نظر دارند اما رابطه که خصوصا در عرصه اقتصادی رابطهشون رابطه کاری هستش. ما در بودجه افزایش بودجه سپاه پاسداران رو خواهیم داشت. آقای روحانی در این سالهایی که اومده هر ساله بودجه سپاه پاسداران رو به صورت بسیار زیادی بیش از اون افزایشی که در به صورت به طور متوسط بودجه داشته، بودجه سپاه پاسداران افزایش پیدا کرده و نکته جالبش این هستش که بودجه ارتش معمولا افزایش بسیار کمی داشته. یعنی کسانی که امیدوار بودن در بین سپاه و ارتش آقای روحانی میخواد که از ارتش حمایت بکنه و یک تعادل ایجاد بکنه، همچین چیزی رو شما در بودجه نمیبینید. این بودجه رسمی نظامی خود سپاه است. وقتی که شرکت‌های بهبود اقتصادی که ما شاهد خواهیم بود در ایران، تخمین ها بین 4 تا 5.8% هستش. 5.8% تخمین بانک جهانی هستش. 4.4% تخمین IMF هستش. مؤسسات خصوصی که در واقع تخمین میزنن هم بین همین 4-5% تخمین میزنن. عرض کردم سپاه پاسداران اقتصاد ایران رو کنترل میکنه. بخش های مهمی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران هستش. طبیعتا وقتی شما شاهد این بهبود و رونق اقتصادی هستید، سپاه پاسداران هم از این رونق بهره مند خواهد شد و به طور مضاعف، برای اینکه سپاه پاسداران زور سیاسی داره و هر در واقع بهبودی که خواهد بود، اگر که برای مردم عادی 1 دلار بهبود خواهد داشت، برای سپاه پاسداران ده ها برابر اون سرمایه و پول خواهد داشت. بله. آقای قاسم نژاد، در یکی دو روز اخیر شاهد یک حادثه بودیم در خلیج فارس. دو قایق نیروی دریایی آمریکا رو سپاه توقیف میکنه همراه با 10 نفر از سرنشینان اون و اونها رو یک شب در ایران نگه میدارن و خلاصه با دیپلماسی که بین ایران و آمریکا جریان پیدا میکنه، تماسهای تلفنی بین آقای کری و آقای ظریف، این ماجرا فیصله پیدا میکنه و اینها رو آزاد میکنن. البته هنوز مشخص نیست که واقعا چگونه اینها وارد آبهای دریایی ایران شدن، آبهای ساحلی ایران، طور که ایران مدعی است. نیروی دریایی آمریکا گفته در این مورد تحقیق خواهد کرد ببینه چرا، ولی بعد شنیدیم که خود سپاه گفت که ظاهرا اینها در دستگاه‌های رهیابشون مشکلی به وجود آمده و سهواً وارد حریم دریایی ایران شدن. با توجه به این صحبتی که شما کردین در این مقاله که سپاه از اون پولی که بهش میرسه استفاده خواهد کرد برای مقابله با ایالات متحده در منطقه و در دیگر نقاط جهان، این حادثه اخیر رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یک نکته تأسف بارش هم این هستش که این بنده خدا آقای امیر حکمتی که در واقع به صورت قانونی هم رفت ایران، تن و این ملوان های آمریکایی خود جمهوری اسلامی مدعی است که اینها غیر قانونی وارد شده. آقای امیر حکمتی تنها فرقش با اینها این هستش که اون علاوه بر آمریکایی بودن ایرانی هم بوده. اون بنده خدا رو چندین سال هست که به جرم در واقع ایرانی بودن، فکر میکنم چون تنها فرقشون این هست، نگه داشتن و آزاد نمیکنن. اما به طور کلی سپاه پاسداران ظرف این هفته ها و ماه های اخیر بسیار کارهای تحریک‌آمیز کرده. در دسامبر 2015 در واقع یک موشک شلیک کرد به سمت ناوهای آمریکایی که فیلمش هم اخیراً منتشر شد. این حرکت رو هم که کرده، دلیلش این هستش که دلایل متعدد داره. مهمترین دلیلش این هستش که سپاه پاسداران میدونه که هر کاری که بکنه در واقع واکنش بسیار متناسبی رو به دریافت نخواهد کرده از ایالات متحده، برای همین در واقع داره مرزهای تحمل دولت آمریکا رو بررسی میکنه که تا کجا میتونه پیش بره. نکته دیگه‌ش این هستش که الان در ایالات متحده طرحهای بسیاری هست برای اینکه، البته طرحهای دولت آقای اوباما نیستش، طرح مخالفین دولت آقای اوباما هستش،
برای اینکه اینها که حالا موفق نشدن آقای بامار راضی بکنن که این گشایش رو به سمت ایران نداشته باشه، این پول رو نده، میگن که باشه شما میخواید این پول رو به اقتصاد ایران بدید، مدعی هستید که این میانه روها رو تقویت میکنه، اشکالی نداره بذارید این کار بکنیم. اما در این که سپاه پاسداران یک گروه تند روی تروریست هست که هیچ شکی نداره، وجود نداره که بیایم سپاه پاسداران رو محروم بکنیم از این گشایشی که در اقتصاد ایران خواهد بود و طرحهای متعددی هستش، در واقع دارن میزان مالکیت رو از 50 به 20 میرسونن، بحث حقوق بشر و تروریسم رو دارن مطرح میکنن که سپاه پاسداران پاش در همه اینها گیر هستش. سپاه پاسداران با این کاری که انجام داده در واقع یک پیغام میفرسته که در ایران اون کسی که تصمیم میگیره سپاه پاسداران هستش، در ایران اون کسی که میتونه بیاد ملوان های آمریکایی رو بگیره سپاه پاسداران هست. چرا اینها رو زود آزاد کردن؟ در اینکه جمهوری اسلامی نشون داده فقط وقتی کم و بیش مثل آدم رفتار میکنه، در واقع احتیاج به پول داشته باشه و طرف مقابلش هم زور زیادی داشته باشه، برای همین هستش که در واقع در این شرایط آزاد کرده. برای اینکه یک هفته دیگه قرار هستش که 100 میلیارد دلار رو آزاد بکنن به هر کسی، به من فکر میکنم به آقای بن لادن هم اگه 100 میلیارد دلار میدادن حداقل یک دو هفته اقداماتش رو متوقف میکرد، بعد دو هفته از سر میگرفت. ولی بعد از اینکه در واقع این برجام، این ایمپلمنتیشن دی بگذره، روز اجرا بگذره و اینها این پول رو بگیرند، به این دلیل که مرزهای تحمل ایالات متحده رو تست کردن، شما شاید اقدامات بیشتری خواهید بود. شما هیچ فکر نمی کنید که یک حالت مهندسی شده ممکنه داشته این اتفاقی که در خلیج فارس افتاده که به این سرعتی مسئله حل و فصل شده؟ بعضیا معتقدن خب اون تئوری توتر همیشه پیش میکشن که شاید ممکنه خود آمریکا این کارو کرده باشه که فرض کنید یک کمی دولت روحانی رو تقویت کنه، به دنیا بگه ببینید این دولت میتونه کنترل کنه امور رو، میتونه از طریق دیپلماسی مشکلاتش رو با دنیا حل کنه. اینو تا چه حد شما برش اعتبار قائلین برای این تئوری؟ بعید میدونم، برای اینکه واقعا این اتفاقی که افتاد در واقع بسیار تحقیرآمیز بود برای آقای اوباما، در همون روزی که ایشون در سخنرانی مهم استیت آف دی یونینش رو داشت میداد، همون روز در واقع این ملوانها رو دستگیر کردن و حالا آقای اوباما و وزیر خارجهش که آقای کلی من فکر میکنم بهترین وزیر خارجه بوده که جمهوری اسلامی ظرف این 30 چند سال داشته، تلاش خیلی زیادی دارن بگن که اگر که ما این رابطه رو نداشتیم به این زودی اینها آزاد نمی‌شدن. ولی اون جوری که در جامعه آمریکا هست این هستش که چقدر ایالات متحده تضعیف شده که سپاه پاسداران خودش اجازه میده بره ملوانهای آمریکایی رو دستگیر کنه و با اون وضعیت تحقیرآمیز برداره ببره عکس‌ها و فیلم‌هاشون رو منتشر بکنه. من فکر نمی‌کنم این در واقع ضد حمله دولت اوباما هست برای این تغییری که شده، برای اینکه یک مقدار آبروی رفته رو باز بگردونه. ولی اتفاقی بودش که واقعا دولت اوباما به نظرم نمیخواست بیفته و برای دولت اوباما بسیار تحقیرآمیز بود. شکی نیستش که در ایرانی باعث تقویت تندروها خواهد شد. آقای قاسم نژاد میان میگوین ببینین جلو آمریکا چجوری ایستادیم، گرفتیمشون، نگرشون داشتیم، حتی بازجویی کردیم و بعد آزادشون کردیم وقتی مطمئن شدیم که سهوا وارد حریم دریای ایران شدن. آیا فکر میکنید که اینو چگونه دولت روحانی ازش میتونه استفاده بکنه؟ یعنی چگونه در واقع تندروها میتونن از اون استفاده بکنن در برابر دولت روحانی؟ ببینید دولت روحانی وقتی که اومد در واقع هر دوی این گروه ها، هم گروه هم سپاه پاسداران و بیت آقای خامنه ای و هم آقای روحانی، و اینکه ایدولوژی اسلامی تا یک میزان زیادی توانش ته کشیده، بخش های مهم جامعه ایران رو تهییج نمی کنه. هر دو اینها دارن سعی می کنن که بر روی موج ملیگرایی در ایران سوار بشن. آقای روحانی میگه که ما اعتبار ایرانی ها رو در جامعه جهانی بالا بردیم. مثلا یکی از شعارهاش این بود که من اعتبار پاسپورت ایرانی رو بالا میبرم، که حالا شما شاهد هستید که از وقتی که ایشون اومده ایرانی ها به جاهای بسیار کمتری هم میتونن سفر بکنن. از اون طرف هم سپاه پاسداران که در واقع پوستر بویشون الان قاسم سلیمانی هست به عنوان اینکه این یک سردار رشید ایرانی و
که در تمام منطقه خاورمیانه داره به خاورمیانه رو اداره میکنه و اینها، هر دو اینها دارن در واقع غذا تهیه میکنن برای اون چیز. هم در هم ماجرای حمله به سفارت عربستان شما شاهد بودید که در واقع خیلی حالا ایران اتفاق خاصی برش نیفتاد، یک سری کشورهای حالا چیز کردند، ولی مردم خیلی بخشهای از مردم براشون این بسیار یک چیز خوشایندی هستش که حالا ما رفتیم سفارت عربستان رو آتیش دادیم و هیچ چیزی هم نشد. در این ماجرا هم در واقع سپاه پاسداران از تلاش خواهد کرد برای اینکه بگه که ما هستیم که در واقع اعتبار داریم میدیم به ایران، و اعتبار واقعی که ایران داره این نیستش که حالا اون چیزی که آقای روحانی میگه، این هستش که ما میتونیم هر کاری بکنیم و اتفاقی هم نمیفته. این تلاش برای سوار شدن بر موج ملی‌گرایی در ایران هستش. اگر به یاد داشته باشین در سال فکر میکنم 2007 بود در زمان احمدی نژاد که یک اتفاق مشابهی افتاد، دی از ملوانان انگلیسی و اینا دستگیر کردند و تا جایی کار پیش رفت که تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا آمد گفتش که 48 ساعت به اینها فرصت داد، اولتیماتوم در واقع نوعی داد به اونا که باید اینا رو آزاد کنن و اینها هم آزاد کردن بعد ظرف اون 48 ساعت. آیا فکر میکنین پشت پرده ممکنه از سوی دولت اوباما اولتیماتومی صادر شده باشه که اینها رو آزاد کنین و الا برجام رو اجرا نخواهیم کرد؟ مثلا دولت احتیاجی به اولتیماتوم دولت اوباما نبود، اینها رو اگر آزاد نمی‌کردن برای دولت اوباما بسیار سخت می‌بود که در واقع برجام رو بخواد پیش ببره. در واقع نیازی به اولتیماتوم نبود، تنها نیاز بود که آقای کری به ظریف بگه که من تمام تلاشم رو دارم میکنم که این پولها رو زودتر به شما بدم قبل از انتخابات مجلس و خبرگان، و واقعا هم همین هستش. یعنی در محافل اینجا همه میدونن که این زمانبندی برای این هستش که در واقع اینها میخوان که آقای روحانی با یک دست پری به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی وارد بشه برای انتخابات، و طبیعتاً اگر که اینها ملوانهای آمریکایی رو می‌خواستن نگه دارن اصلا امکان پذیر نبود که این بخواد جلو بره. هزینه سیاسیش برای ایالات متحده بسیار زیاد بود و دقیقاً هم به همین خاطر هستش که اینها انقدر سریع آزاد کردن. در اون سال 2007 در واقع دست اینها زیر ساتور انگلیس نبود به اون صورت. آقای بلر مجبور شد که به اینها در واقع هشدار بده که ظرف 48 ساعت آزاد نکنید من اقدامات غیر متعارفی میکنم. الان اینها این پول رو نیاز دارن و 100 میلیارد دلار هستش، طبیعتا مجبور شدن که سریعتر آزاد کنن تا این پول رو بگیرن. ولی بعد از اینکه این پول رو بگیرن شما شاهد خواهید بود که در واقع اینها دوباره به سمت همین رفتارها خواهند رفت. تقریبا 10 میلیارد دلار بابت هر ملوان آمریکایی پای قاسمی نژاد. بله خیلی گروگانگیری فرسودی بوده. در مقالتون گفتین دولت اوباما باید از ایفای نقش به عنوان مدیر کمپین روحانی دست برداره و در عوض با تنبیه کردن سپاه به خاطر رفتار بدش تلاش خودش رو بر مقابله با نفوذ روزافزون سپاه در منطقه متمرکز کنه. منظورتون چیه از نقش کمپین مدیر کمپین آقای روحانی در نقشی که آمریکا شما مدعی هستین داره ایفا میکنه الان؟ ببینید آقای ظریف اینجا که اومده بود در سی اف آر بود فکر میکنم در واقع گفتش که این شورای روابط خارجی، بله گفتش که شما اگر با ما به توافق نرسید و ما در انتخابات مجلس خواهیم باخت، کسان دیگری خواهند اومد. این رو شما به کرات از دیپلمات‌های تاپ آمریکایی و حالا تو تحلیلگرها، کسانی که به کاخ سفید نزدیک هستند، میشنوید که در واقع ایران دو بخش داره، میانه‌روها و تندروها. ما باید به میانه‌روها کمک بکنیم برای اینکه در واقع بتونن در انتخابات‌ها ببرند. در انتخابات مجلس، در انتخابات خبرگان بسیار خوشحال بودن که نوه آقای خمینی کاندید شده برای انتخابات خبرگان. در انتخابات ریاست جمهوری که میاد میگن که ما باید تلاش بکنیم که آقای روحانی دوباره انتخاب بشه، و این باعث میشه که این حالا چه واقعا یک چنین شکافی وجود داشته باشه در ایران، یک جا تقسیم کار باشه. اتفاقی که میفته این هستش که تندروها هر کاری که میخوان میکنن، شما شاهد هستید در سوریه، در یمن، در عراق، در لبنان، در همین خلیج فارس تندروها هر کاری که میخوان میکنن. از اون طرف آقای ظریف و آقای روحانی میان پیش در واقع طرف غربی و به اینها میگن شما اگر که واکنش جدی نشون بدید این باعث میشه که
ما در ایران در واقع نهادهایی که دستمون هست رو از دست میدیم. شما کوتاه بیاید برای اینکه ما بتونیم به این تندروها بریم بگیم که اگر که اینها به شما واکنش الان اونجوری نشون نمیدن، به این دلیل است که ما در قدرت هستیم. خب این دور باطلی که وجود داره، تنها اتفاقی که افتاده این هستش که سپاه پاسداران در منطقه نفوذش بیشتر شده. سپاه پاسداران در منطقه هر کاری که میخواد میکنه. الان بیشتر از 300 هزار نفر مردم بیگناه سوریه رو کشتن. در یمن شما این آشوب‌ها رو شاهد هستید، در عراق شاهد هستید که اصلا دولت بالکل مزمحل شده و اینها این شبه نظامیان شیعه که مدل همین بسیج ایران هستن، اینها در عراق در واقع هر کاری که میخوان میکنن و این منجر به نفوذ سپاه پاسداران شده. راه حلش این هستش که دولت اوباما دست برداره از اینکه بخواد در ایران در واقع به قول خودش میانه راه‌ها رو تقویت کنه، بشماره ببینه که اینها چقدر کرسی مجلس میگیرن. اون چیزی که ایالات متحده در منطقه احتیاج داره این هستش که سپاه پاسداران نفوذ کمتر داشته باشه، سیاست خارجی ایران سیاست خارجی کمتر تهاجمی باشه. این استراتژی اوباما فقط منجر به نفوذ بیشتر سپاه پاسداران و سیاست خارجی تهاجمی تر شده. خب میدونیم که ولی فقیه اخیراً آمد گفتش که با صف گسترده ای از دشمنان روبرو هستیم، البته همیشه منظورش از دشمنان در رأسشون ایالات متحده آمریکا هستش. فکر میکنین این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو تندروها، اصولگرایان و اصلاح طلبان اینو چگونه میتونن ازش استفاده بکنن به هر شکلی؟ آقای خامنه‌ای در واقع یک دوراهی داره که حتی خیلی هم خوب استفاده کرده، ولی دوراهی که داره این هستش که آقای خامنه‌ای این طیف آقای روحانی رو خوشش نمیاد. دلیلش هم این هستش که ایشون به هر حال نزدیک هست به آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای شخصا از آقای رفسنجانی خوشش نمیاد. از اون طرف مشکلی که داره این هستش که آقای روحانی واقعا یک ویترین بسیار خوبی برای نظام جمهوری اسلامی بوده. یعنی این دستاوردهایی که روحانی برای جمهوری اسلامی داشته، اگر جلیلی می بود این دستاوردها رو برای جمهوری اسلامی نمی داشت. جلیلی باید امتیازات بیشتری میداد، برای اینکه جلیلی نمیتونست اینجا در واقع تحلیلگرها و افرادی نزدیک به کاخ سفید، افرادی درون کاخ سفید رو قانع بکنه برای اینکه برای ایران در واقع لابی بکنه. اون حرفی که سناتور منندز زد که تو در واقع این تاکینگ پوینت هایی که از وایت هاوس میاد عین همون چیزهایی هستش که از ایران میاد. برای همین آقای خامنه این در واقع این سوال رو داره که تا کی از این آقای روحانی استفاده بکنه و که ایشون رو کنار بذاره، برای اینکه آقای روحانی سود بسیاری برای آقای خامنه‌ای داره. ولی به گمان من آقای خامنه‌ای شخصا از این تیم روحانی و کسانی که نزدیک بهشون هستن خوشش نمیاد و به اونها اعتماد نداره. یعنی آقای قاسمی جان وقتی می‌خوایم مقایسه‌اش بکنیم با دوران حجت الاسلام محمد خاتمی، یعنی آقای خامنه‌ای بیشتر از این افراد فعلی بعدش میاد تا اون دوره آقای خاتمی؟ خب دو تا دوره ایشون رئیس جمهور ایران شد. نه آقای خامنه‌ای قطعا از آقای خاتمی بیشتر بعدش میاد، برای اینکه اون زمانی که آقای خاتمی اومد آقای خامنه‌ای انقدر قدرت نداشت، نه سپاه انقدر قدرتمند بود، نه نهادهای اطراف بیت رهبری انقدر گسترده، ولی باز قدرت غالب رو داشتن. سپاه قدرت غالب در ایران بود اون موقع. بله ولی در اون دوره یک الان دولت اطرافیان آقای روحانی اینها همه کسانی هستند که نیروهای اطلاعاتی امنیتی خود جمهوری اسلامی هستند و حتی مثلا کسانی که در دولت آقای روحانی هستند رو شما مقایسه کنید با مثلا سعید حجاریان، سعید حجاریان یک مقداری بیرونتر از سعید حجاریان، حتی این اگر که مثلا نظام یک مقداری باز میشد هم خیلی ناراحتی نمیشد. اما کسانی که الان در دوره در اطراف آقای روحانی هستن اینها همه محافظه کار هستن، اینها همه کسانی هستن که در طیف خود آقای خامنه‌ای بودن. یعنی در دوره آقای خاتمی این کسانی که الان اطراف آقای روحانی هستن عمدتاً کسانی بودن که مخالفان دولت خاتمی بودن. خود آقای روحانی اون موقع یک چهره بسیار محافظه‌کار بود، حالا الان شده معتدل. همون دوره آقای لاریجانی که الان سرلیست اعتدالیون هستش، ایشون محافظه‌کار تندرو بود، در صدر کسانی بود که ضد حمله داشت علیه دولت خاتمی. قطعا اینها نزدیکتر به آقای خامنه‌ای هستن،
اما آقای خامنه ای یک کسانی رو میخواد که کاملا گوش به فرمان بشین، یعنی این که مثلا صبح برن بیت رهبری آقای خامنه ای بگه که شما باید این کار بکنین، اون هم بگم باشه مثلا قربان هرچی شما هم بفرمایید. این رو آقای روحانی و رفسنجانی اینها اینطور نیستن و یک شکافی وجود داره، اما این شکاف اون چیزی نیستش که در واقع این طرف غربی فکر میکنه که مثلا آقای روحانی گورباچوف ایران هستش. نه خیر، آقای روحانی هدفش همین تقویت نظام هستش، تا جایی هم در واقع سعی میکنه که خودش رو تقویت بکنه و به نظام ضربه ای نخوره. در سیاست خارجی هم اینها، سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی هم سیاست یک دستی هستش، در سیاست داخلی ممکن اختلافاتی داشته باشن، اما سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی، سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی سیاست یک دستی هستش و غربی ها نمیتونن استفاده بکنن از این اختلافی که بین مثلا طیف روحانی لاریجانی با طیف سپاه ممکنه وجود داشته باشه. اینها نخواهند توانست از اون استفاده بکنن، برای اینکه در سیاست خارجی اینها سیاست یک دستی دارن. ولی میدونیم که اینها همیشه برای حفظ نظام با هم سیاستشون همیشه یک دست میشه و یک جبهه متحد خواهند بود و بودن در طول این 36-7 سال های قاسم نژاد. کاملا درسته. هر وقت که در واقع پای همین آقای روحانی در واقع در سال 78 شما سخنرانی شد دارید که تهدید میکنه مخالفین رو به این که به تیک پاره کردن و این چیزها تهدید میکنه، هر وقت که پای حفظ نظام در میون باشه اینها همه با هم متحد و یک دست هستن، برای اینکه در واقع میتونن که اگر نظام نباشه اینها در واقع جای ندارن. اینها اگر که امروز در واقع جایگاهی دارن، یکی میشه معتدل، یکی میشه اصلاح طلب، یکی میشه تندرو، برای این هستش که اینها بقیه رو همه رو حذف کردن و در واقع به مردم یک ظرف میدن، میگن از بین اینها شما انتخاب بکنید و مردم به هر حال مجبورن برای اینکه بتونن از بین اینها انتخاب بکنن یکی رو بگن باشه تو معتدل هستی، تو تندرو هستی، در حالی که اینها رو اگر در فضای بزرگتر نگاه بکنی همه اینها بنیادگرای اسلامی افراطی هستن. سر و ته یک کرباس به قولی. آقای قاسم نژاد، خود معممین معتقدند که غربی ها میخواهند این نظام رو نوعی براندازی بکنن، براندازی نرم ازش یاد میکنن. آیا فکر میکنید واقعا غرب با این برجام میخواد با اینها کنار بیاد، یک سیاست همزیستی مسالمت آمیز رو پی ببره، یا اینکه ته ذهن غرب این هستش که معالا این حکومت رو سرنگون بکنه؟ غرب درش گروه های مختلفی هستند. اینکه در واقع سیاست یک دستی نه بین اروپا و آمریکا وجود داره، نه در خود اروپا سیاست یک دستی وجود داره، نه در خود آمریکا بین گروه های مختلف سیاست یک دستی وجود داره. گروه هایی هستن در آمریکا که در واقع معتقد هستن که اصلا به ما ربطی نداره که جمهوری اسلامی در واقع با مردم خودش چه میکنه، به ما هیچ ربطی نداره. منطقه خاورمیانه هم به این دلیل که در واقع به دلیل تحولات اقتصادی که در خود در اقتصاد جهانی و در خود ایالات متحده داره رخ میده، منطقه خاورمیانه برای ما اونقدر اهمیتی نداره. برای همین ما در واقع منافع استراتژیکی در اینکه ایران در اون منطقه چه فعالیت هایی میکنه به اون صورت نداریم، و اگر که ایران در واقع بتونیم باش به توافقی برسیم که منافع ما رو تهدید نکنه در اون منطقه، هر کاری که میخواد بکنه ما کاری به ما ربطی نداره. گروه های دیگه ای هستن که حالا درست یا غلط معتقد هستن که با این برجام و وقتی که کمپانی های غربی برن، کمپانی های آمریکایی برن، این در واقع این مدیران جمهوری اسلامی وقتی که با مدیران کمپانی های غربی بشینن و بلند بشن و صبحانه بخورن و غذا بخورن و اینها به مرور زمان میانه رو میشن و این باعث میشه که در واقع یک نظام تغییر نکنه اما سیاست‌های نظام تغییر بکنه. یک عده اینجا واقعا یک همچین اعتقادی دارن و ممکنه که مثلا این استدلال رو شما زیاد میشنوید. یک عده هم هستن که نظرشون هست که نخیر، برجام در این معامله هسته‌ای در رفتار جمهوری اسلامی تغییری مثبت ایجاد نمی‌کنه، تغییر منفی ایجاد خواهد کرد و ما سیاستمون باید
در واقع تغییر رژیم در ایران باشه. شما حرفه این گروه ها رو دارید؟ این که در واقع چه سیاست ایالات متحده چه جوری تعیین بشه بستگی به این داره که در واقع در ریاست جمهوری بعدی چه گروهی دست بالا رو بگیره. خب در مقالتون میخوام صحبتمون رو با این به پایان برم. در مقالتون گفتیم که اجرای برجام باعث تقویت سپاه میشه و ابزار لازم رو برای پیشبرد ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی در سراسر منطقه در اختیار سپاه قرار خواهد داد. با توجه به این فرضیه که شما مطرح میکنید، آمریکا چه کاری از دستش برمیاد که برای اینکه جلوگیری بکنه از این پیشبرد ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی در منطقه؟ این بستگی به این داره که رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد بود. اما اگه بخواد در واقع یک سیاست معقولی داشته باشه، هر کسی که میاد سیاست مطلوبی که میتونه داشته باشه این هستش که ایالات متحده سیاستش درباره ایران باید سیاست تغییر رژیم باشه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چه از نظر ایدئولوژیک با اون چیزی که ایالات متحده بر اون تاکید میکنه در تضاد هستش، از نظر منافع استراتژیک با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد هستش، و مردم ایران به هر حال کم و بیش مردمی هستن که بیشتر مایل هستن که یک حکومت دموکراتیکی داشته باشن. یکی از معدود کشورهایی در اون منطقه هستش که اگر مردم فرصت پیدا بکنن که رأی بدن، به اسلامگراهای افراطی رأی نخواهند داد، به مدل آدمهای میانه روتر، مدل دوستان غرب رأی خواهند داد. تلاش ایالات متحده باید برای این باشه که اولا که سیاستش باید تغییر رژیم باشه، از اون طرف در منطقه باید متحدین خودش رو در واقع قانع بکنه که جلوی سپاه پاسداران خواهد ایستاد. هر جا که سپاه پاسداران پا میگذاره، ایالات متحده هم با نیروهای خودش هم از طریق در واقع مشاوره، آموزش و کمک‌های نظامی امنیتی به متحدینش باید جلوی سپاه پاسداران بایسته. در یمن باید این کار رو بکنه، در سوریه باید این کار رو بکنه، در عراق باید این کار رو بکنه. ما الان در افغانستان این مشکل رو خواهیم داشت برای اینکه جمهوری اسلامی تعداد بسیار زیادی افغان رو تربیت کرده، در سوریه و عراق اینها جنگیدن و اونجا که خالی بشه اینها رو خواهد فرستاد به افغانستان. در تمام این منطقه اگر که جلوی سپاه پاسداران بیسته، هم متحدینش رو در واقع تقویت خواهد کرد و همی که مردم ایران خواهند دید که این سپاه پاسداران وقتی که در سوریه شکست بخوره، در یمن شکست بخوره، در عراق شکست بخوره، این در واقع اون افسانه شکست ناپذیر سپاه پاسداران رو هم خواهد شکست. و از اون طرف هم جمهوری ایالات متحده اگر بعد از اینکه در واقع سیاست تغییر رژیم رو در ایران در واقع در پیش بگیره، میتونه کمک بکنه به مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران و به مردم ایران به طور کلی، برای اینکه در واقع بتونن اونها بتونن خودشون حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. این چیزی هستش که مردم ایران هر وقت که فرصت پیدا کردن این خواسته رو سر دادن، چه اون شعار اوباما اوباما یا با اون یا با ما که متاسفانه آقای اوباما با اونها بود. من امیدوارم که رئیس جمهور بعدی در واقع سیاست درستی رو اتخاذ کنه. آقای واسم نژاد، بعضی از ایرانی ها همیشه این فکر رو میکنن که اگر یک جمهوری خواه بره در کاخ سفید وضع بهتر میشه و ممکنه رژیم معممین رو سرنگون بکنن، ولی در طول این 36-7 سال دیدیم که حتی جمهوری خواهان که رفتن داخل کاخ سفید شدن، مثل رونالد ریگن، مثل جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، اینها نتونستن با جلوی جمهوری اسلامی یعنی اون ایستادگی لازم رو بکنن. و حتی در دوران ریگن شاهد معامله بودیم بین ایران و آمریکا بر سر آزادی گروگان‌ها در لبنان، فروش اسلحه به ایران و کارهای دیگه که در اون ماجرا ایران کنترا اتفاق افتاد. آیا واقعا فکر میکنید، فرض کنید اگه آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه، او میآید و به خاطر مردم ایران، به خاطر منافع آمریکا میاد و جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه، کمک میکنه به یک همچین کاری؟ نه، آقای ترامپ که در واقع هیچ سیاست مشخصی نداره، اصلا ایشون معلومه که چی کار بکنه. ممکنه که خوابنما بشه و فردا بره سوار هواپیما بشه به تهران. ولی نکته‌ای که میگید در واقع نکته درستی هستش. دلیلش هم این هستش که در واقع در طی این سه دهه سیاست خارجی ایالات متحده درباره ایران سردرگم بوده. ایران هیچ وقت در واقع برای مدت‌ها اولویت اصلی ایالات متحده نبوده.
تا یه مدت زیادی شوروی اولویت اصلی بود. بعد از اون هم در واقع ایالات متحده دنبال این میگشت که اولویت اصلی چی باید باشد، به نتیجه نرسید. بعد شما شاهد این تروریسم اسلامی سنی بودید که در واقع در منطقه خاورمیانه الان خطر اصلی برای ایالات متحده هستش. به همین دلیل در واقع ایالات متحده درباره ایران هیچ وقت نتونسته که سیاست جامعی داشته باشه و به همین دلیل خیلی سیاست هایی در واقع متناقضی داشته. همون چوری که در مورد مثلا دوران ریگان گفتید، ایشون علیرغم اینکه حرف های بسیار تندی میزد اما پشت پرده مشغول معامله با جمهوری اسلامی، با همین امیدهایی که الان آقای اوباما و اینها دارن که در واقع میان روهای هستن اونجا، آقای ریگان هم همین امیدها رو داشتش. بله، دوران آقای دوران جورج بوش پدر که در واقع با بحران کویت همراه بود و در واقع مشکل اصلی عراق بود، در دوران جورج بوش پسر هم در واقع همین ایشون رفت و در واقع ریاست جمهوریش با تروریسم سنی اسلامی شروع شد و با جنگ های عراق و افغانستان خاتمه پیدا کرد. به همین دلیل ایشون هم در واقع نتونستش، علیرغم حرف های تندی که میزد، هیچ سیاست جامعی درباره ایران نداشت. ایران نیازی به حمله نظامی اینا نداره. هر وقت که شما راجع به تغییر رژیم حرف میزنید اینجا یک سری سر صدا میکنن که درباره تغییر حمله نظامی صحبت میشه. ایران مردمی داره که طرفدار دموکراسی هستن، مخالف اسلامگرای افراطی هستن و در واقع بر روی اون مردم سرمایه‌گذاری کرد. سپاسگزارم از شما آقای سعید قاسم نژاد که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.